در 60 دقیقه از کسانی خواهیم گفت که در اعتراض‌های هفته گذشته ایران کشته شدند و از پدری می‌شنویم که از مرگ فرزند می‌گوید. در تاریخ 25/8/1398 در منطقه فاز 4 میر شهر کرج به ضرب گلوله و متلاشی شدن جمجمه خدمت را عرض کنم که از دنیا رحلت فرمودند. مرگبارترین اعتراض دهه‌های اخیر ایران برای معترضان چه داشت و با حکومت چه کرد؟ این سوال من از دو مهمان برنامه است. همچنین در برنامه امشب شرط‌های دولت ایران برای دریافت کمک معیشتی، چه کسانی مشمول دریافت یارانه‌های جدید دولت هستند؟ بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در ایران و فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور. از گزارشگر سازمان ملل در امور آزادی بیان درباره راهکارها می‌پرسیم. و درخشش روزبه کابلی مستندساز ایرانی جایزه امی امسال برای فیلم رقص یا مرگ. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. محمد رضا خورشیدی 20 ساله در شیراز، پویا بختیاری 28 ساله در مهرشهر کرج، رضا نیسی 16 ساله در اهواز، پژمان قلی پور 19 ساله در لنگرود، حسین قاسمی 17 ساله در چهاردانگه در تهران. اینها تنها چند نفر از دست کم 143 نفری هستند که به گفته سازمان عفو بین‌الملل در جریان اعتراضات هفته پیش کشته شدند. همه با شلیک مستقیم گلوله در یکی از مرگبارترین سرکوب‌ها در تاریخ معاصر ایران. به گفته عفو بین‌الملل مقام‌ها در مواردی حاضر به تحویل دادن جنازه بعضی از کشته‌ها نیستند. گزارش‌هایی هم منتشر شده درباره اینکه برای تحویل جسد از خانواده‌ها درخواست پول کردند. گزارش که البته یک مقام دولتی در تهران تکذیب کرده. تعداد دقیق بازداشت شدگان هم هنوز مشخص نیست. عده‌ای از مسئولان از کمبود جا در زندان‌ها خبر می‌دهند و عده‌ای از فعالان درباره تکرار کهریزگ هشدار دادند. میزان خشونت به کار گرفته شده برای سرکوب این اعتراضات چه تأثیری بر وجهه حکومت داشته؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از مریم افشنگ با این هشدار که محتوای گزارش ناراحت کننده است. روزهای پر التهاب گذشته و فعلا معترضان به خانه برگشتند. ساختمان‌ها و اماکن زیادی تخریب شدند. خانواده‌های نگران عزیزانشان در بازداشتند. بسیاری هنوز مجروح در بیمارستانند. در این میان خانواده‌های زیادی داغ دارند. داغی که حتی اجازه سخن گفتن از آن را هم ندارند. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید دست کم 143 نفر در 10 استان جان خود را از دست دادند. پویا بختیاری یکی از این کشته شدگان است. والا پسر من حدوداً 27 سالش بود. یعنی در تاریخ 19/6/1371 متولد شده. و در تاریخ 25/8/1398 در منطقه فاز 4 میرشهر کرج به ضرب گلوله و متلاشی شدن جمجمه خدمت را عرض کنم که از دنیا رحلت فرمودند. آقای بختیاری میگوید یک روز بعد در تاریخ 26 آبان ماه برای دریافت جنازه پسرش به بیمارستان و بعد پزشکی قانونی مراجعه کرده. تحویل بگیریم گفتن که نماینده از صبح ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر هم تو به زهرا بودیم، به سکینه بودیم، در نظر به ما تحویل ندادن. بعد نماینده داستان اومدن گفتن که شما شماره تون رو بیزمت به ما بدید، ما با تون تماس میگیریم. بعد تماس نگرفتن. روز بعد من رفتم دادستانی، با دادستان انقلاب شهرستان کرج ملاقات کردم. خدمت رو عرض کنم که فرمودن که جنازه رو ما باید تحویل وزارت کشور بدیم، وزارت کشور نامه زده برای ما تحویل به زهرا بدیم. گفتم استان کرج چه ارتباطی با استان تهران داره؟ خلاصه صحبت هایی که با هم کردیم خدمت رو عرض کنم که گفتن شما برید ما بهتون اطلاع میدیم. یک ساعت بعد من زنگ زدن خدمت رو عرض کنم که من جنازه رو رفتم تحویل گرفتم. پویا یکی از معترضانی بود که حکومت آنها را اشرار می‌نامد. برای پدرش اما تنها پسری 27 ساله و نسبتاً موفق بوده. پویا خدمت را عرض کنم که مهندس برق بوده.
یه شانس برق داشتن. خدمت رو عرض کنم که ما یه کارگاه کوچکی در کرج داریم، که خود کار چون جایی استخدام نبودن، خود کارگاه رو اداره می کردن. ایشون انگلیسیشون فول بود، زبان انگلیسی وارد بودن، بس میخواستم خدمت کاراشون انجام میدادم، میخواستم خدمت رو عرض کنم که برن کانادا. بعد اهل مطالعه بودن، خدمت رو عرض کنم که بسیار فرد باسوادی بودن، تو تمام زمین ها اطلاعات داشتن. خدمت رو عرض کنم که مخصوصا عاشق شعر و تاریخ باستان ایران بودن. عفو بین‌الملل به تفکیک استانی تعداد کشته شدگان را منتشر کرده. تعداد کشته شدگان خوزستان از دیگر استانها بیشتر بوده، 40 نفر. این عکس‌هایی است از اعلامیه‌های ترحیم که گفته می‌شود از کشته شدگان اعتراضات اخیر در خوزستان هستند. عکس‌هایی که فعالان حقوق بشر در اختیار سازمان عفو بین‌الملل گذاشتند. در این گزارش تعداد کشته شدگان استان کرمانشاه هم کم نیست، 34 نفر. این هم اعلامیه‌های ترحیمی که عفو بین‌الملل در اختیار بی بی سی گذاشته. در تهران هم 20 نفر کشته شدند. گفته می‌شود این تصاویر بعضی از کشته شدگان در تهران است. 15 نفر در فارس و 12 نفر هم در کردستان کشته شدند. 9 نفر هم در استان البرز، از جمله حمید رسولی و علی رحمانی. حمید رسولی جوان 32 ساله بوده که 26 آبان ماه در گلشهر کرج تیر خورده و کشته شده. حمید رسولی در قزوین کار میکرد و وقتی که اون شرکتی که کار میکرد بسته شد به کرج اومد و راننده اسنپ بود. بعد از کشته شدن ایشون از خانواده تقاضای پول کردن برای تحویل جنازه و چون اینها پولی نداشتن و از طرفی پدر جانباز جنگ بود و مدارک جبهه‌شو بردن و با وثیقه جنازه رو تحویل دادن و تحت فشار بودن خانواده که اعلام کنن که این حمید بسیجی بوده و زیر بار نرفته. اینم عرض کنم که من اطلاعات من از خانواده از همشهری های خودم، چون یکی از فامیل های دورمون بود، از همشهری هامون است و نه از خانواده مقتول. در مورد علی رحمانی بده عرض کنم که ایشون 45 ساله بوده، در جاده ملارد نرسیده به سراغ فردی است ایستگاه پیک، اونجا تیر خوردن و در همون جای درمانگاه پارس بردن و به گردنشون تیر خورده بود و اونجا کشته شدن. و من اطلاعاتی که دارم از موثق، بسیار موثق، از همون درمانگاه هستش. گفته می شود در بین کشته شدگان کودکان و افراد زیر 18 سال هم بودند. این عکس از رضا نیسی است که به گزارش سازمان عفو بین‌الملل 16 ساله بوده و در 25 آبان در اهواز کشته شده. این هم عکس پدرام جعفری کمیجانی، پسر جوانی که در فردیس کرج در 27 آبان ماه کشته شد. گزارش عفو بین‌الملل میگوید 7 نفر در اصفهان، 4 نفر آذربایجان غربی، 1 نفر آذربایجان شرقی و 1 نفر هم در کرمان کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر از 143 نفر است و این سازمان همچنان به تحقیقات خود در این باره ادامه می‌دهد. حکومت ایران هم آماری از تعداد کشته شدگان ارائه نداده و گزارش‌ها میگوید خانواده‌های کشته شدگان تحت فشارند که اطلاع رسانی نکنند و در مواقعی حتی برای دریافت جنازه‌ها درخواست پول شده، اگرچه مقام‌ها این گفته را رد کردند. با توجه به شرایط موجود، نحوه اطلاع رسانی در این باره هم خیلی راحت نیست. اما عفو بین‌الملل میگوید که حکومت با رویکردی تازه، استفاده از سلاح گرم را به عنوان سیاستی جدید در برخورد با معترضان برگزیده. مریم افشنگ، بی بی سی. مدیار سمیه نژاد، دستیار تحقیق در سازمان عفو بین‌الملل از اسلو نروژ، با ماست آقای سمیه نژاد. در گزارشتون اعلام کردید که تعداد کشته ها احتمالاً به مراتب بیشتر و تحقیقاتتون ادامه داره. عدد 143 رو دیشب عفو بین‌الملل اعلام کرده، آیا تعداد بیشتری رو موفق شدید که تایید کنید از اون موقع تا حالا؟
خب بله، ما همچنان در واقع تا اونجا که میتونیم به صورت شبانه روزی در این روستا تحقیقاتمون رو ادامه دادیم و گزارش های بسیاری به دست ما رسیده و همچنان هم در برای ما ارسال میشه، به خصوص که ما از شب گذشته اعلام کردیم که خانواده های جانباختگان یا کسانی که اطلاع دارند از وضعیت بازداشتی یا جانباختگان میتونن با عفو بین‌الملل از طریق شماره تماس بگیرن. حالا اگه کسانی هم که خواستن میتونن از کانال تلگرام عفو بین الملل ببینند این رو. و بله، ما همچنان گزارش ها رو دریافت میکنیم. بله، گزارش مواردی هستش که تایید شده و در واقع میتونیم بگیم آمار بالاتر رفته. حالا اینکه دقیقا چند تا باشه رو که الان حضور ذهن ندارم، ولی در گزارش های بعدی حتما اشاره خواهد شد. آقای سمیع نژاد، درباره بازداشتی ها چه میدونیم؟ هیچ تعداد حدودی در دست نیست؟ آمار رسمی که در این زمینه اعلام نشده و مقامات رسمی ایران در شهرهای مختلف اعلام میکنن که بعداً آمارها رو اعلام خواهند کرد، چه در مورد کشته شده ها و چه در مورد بازداشتی ها. اما خب با توجه به خود باز به مقامات رسمی ما استناد کنیم، از همون روزهای اول صحبت بیش از 1000 بود، 150 در شهرهای مختلف به صورت مرتب اعلام شدش. آنچه که فعالین حقوق بشر و گروه های مختلف هم دارن میگن، بالای 1000 از چندین هزار بازداشت داریم ما میشنویم و تخمین این هستش که خب میتونیم بگیم یک مشکل بسیار بزرگ هست. میدونیم که ظرفیت زندان های ایران بیش از حد هست و جا برای زندانیان در همین صورت عادی نداره و باید ببینیم که این چندین وقتی چندین هزار نفر وارد زندان ها بشن، میتونیم در واقع اون نگرانی ما رو خیلی جدیتر و عمیق‌تر میکنه. درباره پراکندگی جغرافیایی و رنج سنی کسانی که تا اینجا کشته شدند، شما تحقیقاتتون به چه نتیجه رسیده؟ ببینید، همونطور که خب در گزارش های شما هم اشاره شد، در غرب و جنوب غربی کشور آمارها نشون میده که اونجا خشونت ها خیلی بیشتر بوده، جایی مثل کرمانشاه و خوزستان. ولی خب چون هنوز ما در واقع میدونیم که هنوز با قطعی اینترنت مواجه هستیم در برخی شهرها، در حتی در همون خوزستان مثلا الان دسترسی به اینترنت وجود نداره و هنوز دقیق نمیشه گفتش که این پراکندگی چطور است، ولی تا اینجای کار رو میدونیم که تقریبا غرب کشور و جنوب کشور بوده. در مورد رنج سنی هم خیلی متاسفانه خیلی دردناک هستش. ما بیشتر کسایی رو که میبینیم بین 20 تا 30 سال سن دارن و مواردی رو هم همونطور که اشاره کردید زیر 18 سال. حدی واقعا موارد دردناکی هستش. ما 11 سال شنیدیم، 13 سال شنیدیم که البته حتما نیاز به بررسی و ارزیابی دقیق داره برای تایید هر کدومشون. ولی میتونم بگم که در بیشتر موارد سن افراد زیر 30 سال هست. متشکرم. مدیار سمیع نژاد، دستیار تحقیق در سازمان عفو بین الملل با ما. اما برای گفتگوی بیشتر، مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست و یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاست خارجی و سیاست گذاری عمومی دانشگاه ویرجینیا تک هم از واشنگتن. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای خلجی، به نظر میاد که از ابتدا تصمیم حکومت برای سرکوب خشن این اعتراض ها بوده. به گفته خود مقام ها در عرض 48 ساعت این اعتراضات جمع شده و بر اگر که گزارش های عفو بین الملل تایید بشه، از روز اول با دستور تیر به برخورد با معترضان رفتند بسیاری از نیروهای امنیتی. با توجه به این سرکوب گسترده و خشونت به کار رفته در این سرکوب، چه برای جمهوری اسلامی ایجاد شده؟ ببینید، یکی از ویژگی های حکومت های انقلابی این هست که میخوان بگن که ما مردمی هستیم. طبیعتاً حضور مردم در صحنه، حمایت توده های مردم خیلی براشون مهم هست. چون این حوادثی که باعث میشه که حکومت برای حفظ خودش دست به خشونت گسترده بزنه، میتونه وجهه مردمی حکومت رو بهش آسیب بزنه و در حقیقت مشروعیت انقلابی حکومت رو به پرسش بکشه. این هزینه ایست که این حکومت ها پرداخت میکنن برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن. آقای عزیزی، با توجه به اینکه این هزینه رو پرداخت کرده جمهوری اسلامی، فکر میکنید که شکل مخالفت با اون چه تحولی پیدا خواهد کرد از این به بعد؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون، من اول باید یک مقدمه بگم تا بتونم جواب سوال شما رو بدم. به عنوان کسی که در این حوزه، در حوزه سیاست گذاری دولت ها و بخش عمومی کار میکنه، خود من از زمانی که این طرح اعلام شد شوکه شدم و وقتی من شوکه بشم، مثلا من مردمی که در ایران هستن بعد از یک دوره التهابات اقتصادی به خاطر تحریم های آمریکا و خروج آمریکا از برجام به یک ثبات اقتصادی، من نمیگم وسکوب شده، به یک ثبات اقتصادی شرایط ایران رسیده بود، یک دفعه مواجه شدن با این قضیه بدون اینکه اعتماد سازی شده باشه، بدون اینکه اقناع شده باشن مردم، مسلما اونها واکنش نشون میدن، مسلما بخشی از جامعه خشمگین خواهد شد. و به نظر من هنر یک حکومتی که بعد از 40 سال حکومت جمهوری اسلامی این هست که مواد قانون اساسی رو بتونه، شرایط و مکانیزمش رو برای مردمی که مخالف بعضی از سیاست‌های دولتش هستن، اون مکانیزم، اون شرایط رو ایجاد بکنه که بتونن بیان مخالفتشون ابراز کنن. من میدونم، من شرایط تحریم رو درک می‌کنیم، شرایط دخالت‌هایی که سرویس‌های امنیتی و دیگران دارن رو همه ما درک می‌کنیم در ایران، ولی این هنر جمهوری اسلامی باید باشه، هنر کل سیستم باید باشه. من میخوام اول صحبتام بگم که من وقتی دولت رو میگم منظورم قوه مجریه هست در صحبتام، وقتی سیستم و حکومت رو میگم منظورم کل حاکمیت جمهوری اسلامی هستش. برای همین به نظر من این طرح در زمانی اشتباه و با نحوه اشتباهی انجام شده بود. حالا من در مورد خود طرح و پکیج صحبت نمی کنم، اون رو باید کارشناسان اقتصادی و اقتصاد انرژی بیان صحبت کنن. طرحی بوده، آپشن هایی بوده، این گزینه رو دولت یا حالا سران قوا تصمیم گرفتن اجرا کنن. ولی ببینید، ما در شرایط منطقه بسیار حساسی بودیم. در لبنان، در عراق تظاهرات، اعتراض ها به خاطر ناکارآمدی و فساد دولتی بوده. این شرایط داخلی لبنان و عراق تحت تاثیرگذار هست و تحت تاثیر شرایط ایران هست، متاثر هست شرایط ایران. و همینطور اردوغان یک هفته قبل از اینها گفته بودش که هشدار داده بود که این اعتراضات به داخل ایران میتونه بیادش. من تعجب میکنم واقعا کسانی که در اون مملکت بیش از 35 سال در بالاترین سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی مسائل امنیتی، مسائل کلان هستن، چطور در این بازه زمانی رو در نظر گرفتن. و همینطور که هیچ اقناعی اتفاق نیفتاده. ببینید، مردم ایران وقتی که بلند میشن با این مسئله روبرو میشن، حالا بجز شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری، خیلی از مردم زنگ میزنن نماینده مجلسشون میپرسن، خیلی از مردم زنگ میزنن از امامان جمعه میپرسن، از متنفذین میپرسن، از مراجع تقلید دفاترشون میپرسن. هیچ کس در جریان نبوده، هیچ کس اصلا نمیدونسته قرار این طرح به چه سرانجامی برسه. الانه که بعد از چند روز، بعد از یکی دو روز تازه اومدن گفتن ما میخوایم اینها رو برگردونیم به حالا قشر ضعیف، این در واقع اون اختلافی که میگیرن برگردیم به قشر ضعیف. من میتونم بیشتر در مورد این بعدن صحبت. آقای خلجی، با این اوصاف که حکومت در زمانی که شاید زمان مناسبی نبود چنین تصمیم کرد و ابلاغ کرد و در پی اون هم اعتراض به اون رو به این شکل سرکوب کرد، زمانی بود که بعد از انقلاب میگفتن این حکومت مستضعفانه، گزارش هایی که میگیریم نشون میده که اعتراض ها بیشتر در قشر فرودست و مستضعف بوده و سرکوب ها هم در همون قشر ها بوده. یعنی مستضعفی که زمانی قرار بوده که این حکومت نمایندش باشه، امروز به نوعی معترض و کشته میشه به واسطه همین حکومت. بله، خب این تناقض ها همیشه در حکومت های تمامیت ها هست. استالین در دهه 30 قرن 20 به تصفیه بزرگ دست زد و بیش از چند میلیون قربانی گرفت و قربانیان اصلی استالین کمونیست ها بودند و اعضای حزب کمونیست. این گونه تناقض ها جزء ذات حکومت های تمامیت ها هست که همون داستان قلعه حیوانات جورج اورول هست که هممون خوندیم و شنیدیم، که یک عده میان به نام مستضعفین و بعد خودشون یک طبقه رو به نام مستکبرین میسازن و در حقیقت مستضعفین جدیدی قربانی اون نظام حاکم میشن. بنابراین مشکل در ذات نظام جمهوری اسلامی هست. نظام جمهوری اسلامی نه اصلاح پذیر هست، نه با انقلاب قابل از بین بردن هست. ما مشکل ما این هست که هم کسانی که انقلابی فکر میکنن درست فکر نمیکنن، هم کسانی که اصلاح طلبانه فکر میکنن درست فکر نمیکنن. یعنی ما در یک دوگانه در حقیقت گیر کردیم، دوگانه اصلاح و انقلاب، و شاید نیاز داشته باشیم به یک نسل دیگری که بتونه نه نسل اصلاح طلب باشه و نه نسل انقلابی و بتونه گزینه سومی رو پیدا بکنه برای چی تغییر. هست گزینه سوم آقای خلجی؟
من که جادوگر نیستم که از یا پیغمبر نیستم که پیش بینی بکنم و غیب بگم، باید از درون دینامیزم سیاسی جامعه ایران این گزینه سوم بیرون بیاد. ما میدونیم چه روش‌های جواب نمیده، بنابراین نباید روش‌های آزموده شده غلط رو دوباره آزمود. ما میدونیم انقلاب در ایران جواب نمیده، یک بار 40 سال پیش انقلاب شد و نتیجهش همین وضعیتی است که الان می‌بینیم و اصلاحات هم آزموده شده و نتیجهش همین چیزی است که الان می‌بینیم. بنابراین روش‌های آزموده شده‌ای که به خطا رفتن و خطای اونها ثابت شده در عمل نباید دوباره آزموده بشه، که جز سرزنش چیزی نخواهد آورد. بنابراین ما نیاز داریم به یک نسلی که از فضای انقلابی و از فضای اصلاحی هر دو بیرون بیاد و تخیل سیاسی نیرومندی داشته باشه و بتونه راه‌های جدیدی رو برای تغییر وضعیت سیاسی بیازه. آقای عزیزی، شنیدید صحبت آقای خلجی رو که معتقدن نه انقلاب نه اصلاحات، گزینه سومی از دید شما وجود داره؟ بله، ببینید اینها حرفای کلی هستش، این حرفای کلی نه به درد مردم می‌خوره نه به درد تحلیلگرها. ببینید من اگه بخوام در شرایط حکومت و جمهوری اسلامی صحبت کنم، برای کسانی که خب انقلاب رو مخالفن، در این حال میدونن که اصلاح طلب ها متاسفانه سازوکار نهاییشون همین دولتیه که آقای روحانی میبینیم ایجاد کرده. ببینید اتفاقی که میفته اینه، در کشور ما مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شفافیت در بین کارهای دولتی و مسئولین در پایین ترین سطح، از نمایندگان مجلس بگیریم، قوه قضاییه بگیریم، قوه مجریه بگیریم و نهادهای دیگر، همه. ببینید وقتی که رهبر مجبور میشه، حالا درست یا غلط کاری نمیکنم، مثلا یک کمیسیون دیگری میذاره به نام سران قوا یا کمیسیون دیگری که حل مشکلات اقتصادی بکنه، وقتی که مجلس دور میخوره، وقتی که ما داریم از طرحهای فراقانونی مدام استفاده میکنیم، این نشون میده که قانون اساسی که اصلاح شده در سال 68، این نیازمند یک اصلاح مجدده. ببینید قانون اساسی سال 58 تصویب شد، بعد از 10 سال یه سری ناکارآمدی ها توش بود، حالا با توجه به شرایطی که اون موقع بود، شرایط جنگ، شرایط مختلف، آیا اجازه اصلاح مجدد قانون اساسی رو میده آیت الله خامنه‌ای؟ صحبت من همینه، من همینو میخوام بگم. ببینید بنیانگذار جمهوری اسلامی و دلسوزانی که بودن به این نتیجه رسیدن که خب ما برای اینکه مکانیزم های کشور بتونه کار بکنه نیازمند اصلاح در ماجرای قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه و بقیه بخش هستیم. من خوب و بدش رو صحبت نمی کنم، خوب بود یا بد بود، من دارم به کلیت ماجرا و پروسه اشاره می کنم. الان بعد از 30 سال از اصلاح قانون اساسی در سال 68، من فکر کنم کمتر کسی باشه، حتی از دلسوزان، کسایی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستن، که ما نیازمند تغییرات هستیم. مجلس واقعا وضع افتضاحی داره. آقای عزیزی، از حل مشکل شما بیشتر دارین توصیف میکنین مشکل رو. فکر میکنم که تقریبا همه بینندگان ما واقف هستند به مشکلی که وجود داره. بحث راه حل. شما هنوز معتقدید که اصلاحات در شکل فعلی حاکمیت ممکنه، درسته؟ نه اصلاحی که حالا این اصلاح طلب ها میگن، من اصلا به حرفای چه شکل اصلاحی؟ ببینید اصلاحاتی که باید بشه در قانون اساسی، اصلاحات مهمی که باید در قانون اساسی بشه، اول از همه اینه که مسئولین در مقابل حرفی که میزنن باید پاسخگو باشن. ما الان تو اسرائیل داریم میبینیم نخست وزیر هست، اما بخشی از پلیس این اجازه رو داره که در مقابل فسادش بره و ازش بازجویی کنه، نه اینکه چون پلیس زیر مجموعه نخست وزیری یا ارتش یا هر چیز دیگه ای هستش نتونه از مقام بالاش. ببینید بخش های جامعه الان دولت آقای روحانی رو شما نما کنید، شما عضوی از این دولت رو پیدا نمی کنید که یک مشکلی از خانوادهش و افراد دیگه‌اش در فساد نداشته باشه. وقتی این اتفاق میفته و برخورد مردم نمیبینن، خب مردم ناراحت میشن، مردم عاصی میشن. ببینید هر یک حرف درست بود، اونم اینه که این طرح‌ها و طرح‌هایی که دولت آقای روحانی انجام داده در سال 96، اینها به قشری آسیب زده که اون قشر معمولاً تا پای جان حاضر بودن پای انقلاب وایسن. من اینو اعتقاد دارم، من اینو قبول دارم، و اگر جمهوری اسلامی نخواد اصلاح کنه سازوکارها رو، سیستم‌هاش رو، که شفافیت باشه، مسئولیت پذیری، پاسخگویی باشه. ببینید الان صحبت‌هایی که آقای روحانی، آقای جهانگیری تو انتخاب 96 کردن، مردم دیگه نیاز به جوک ندارن. اونها رو فقط کلیپ‌هاش رو به عنوان جوک با هم دیگه رد و بدل می‌کنن، می‌خندن. خب اینها باید یه جور پاسخگویی باشه. شما طرح سهمیه بندی قبلا هم انجام شده، قیمت افزایش قیمت هم قبلا انجام شده. هیچ وقت این مسئله داره تکرار میشه. طرح مسئله رو شنیدیم، هنوز از شما راه حلی برای اصلاح قانون اساسی که بهش اشاره کردین نشنیدیم. اجازه بدید نظر آقای خلجی رو بشنویم. آقای خلجی، اصلاح قانون اساسی.
حرفایشون هم کلیست هم ساده لوحانه است، انگار دارن راجع به دموکراسی مثل اسرائیل صحبت میکنن. در اسرائیل دموکراسی برقرار هست برخلاف جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی همونطوری که گفتم روش هایی رو که آزموده شده، ببینید در علم میگن تئوری های باطل یه بخشی از علم هستن، یعنی که تئوری هایی که بطلانشون ثابت شده، ما میدونیم که اینها دیگه نباید وارد روند علمی بشن یا آفرینش علمی بشن. ما نیاز به تخیل سیاسی داریم، ما نیاز به این داریم که از یه دوگانه بیرون بیایم. شما وقتی که علیه اصلاح طلبها صحبت میکنین میگن که پس شما براندازین، وقتی علیه براندازا صحبت میکنین میگن که شما استمرار طلب هستین یا میخواین که جمهوری اسلامی تداوم پیدا بکنه. نه، راههایی وجود داره، همونطوری که در مورد انقلابهای مخملی مثلا راههایی پیدا شد که نه انقلاب بودند نه اصلاحات بودند و تغییر، ما نیاز به تغییر بنیادی داریم. هر گونه اصلاحاتی که معنای اون تغییر جزئی باشه اون مردود هست از نظر من. اصلاح یا انقلاب یک روش هست، هدف باید تغییر بنیادی باشه، اما برای تغییر بنیادی میتونه روش‌های مختلفی آزموده بشه، از جمله همون چیزی که مثلا همونطور که گفتم در کشورهای اروپای شرقی هر کدوم از این کشورها به شیوهی پیش رفتن. همه این کشورها، کشورهایی که قبلا جزء بلوک شرق بودن یا بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودن، همشون یک راه و یک روش رو در پیش نگرفتن، هر کدوم به اقتضای معادلات سیاسی که در کشور خودشون وجود داشت، به اقتضای اون معادلات تونستن راهی به رهایی پیدا بکنن. در نتیجه در مورد خاص ایران هم ما باید از تشویق مردم به خشونت، از تشویق مردم به انقلابیگری، از تشویق مردم به رفتن پای صندوق انتخابات، از تشویق مردم به تن دادن به جمهوری اسلامی یا به تن دادن به اصلاحات، به اصطلاح آراء جمهوری اسلامی یا تن دادن به گلوله جمهوری اسلامی، هر دوش باید پرهیز بکنیم و در حقیقت راه‌های جدیدی رو بیازماییم که اون راه ها هم مؤثرترن و هم هزینش کمترن و هم از این بار مصیبتی که مردم ایران دارن میکشن کاهش بدن این بار. آقای عزیزی 30 ثانیه برای جمع‌بندی لطفا. بله، من اینو فقط جزئی بگم که رژیم صهیونیست رژیم قاصبه و حتی عرب هایی که پاسپورت اسرائیل دارن از حقوق مشابه دیگران برخورد نمی‌کنن. من تعجب می‌کنم از یک همچین شخصیتی با این درجه که بگن که اسرائیل یک دموکراسی خیلی پیشرفته هستش. ببینید چند قضیه خیلی مهمه. اگر جمهوری اسلامی اصلاح نکنه مسلماً ضربه خواهد خورد، ضربه جدی خواهد خورد. حرفی که ایشون می‌زنن با انقلاب هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط روشون نمیشه بگن انقلاب. نکته‌ای که وجود داره در جمهوری اسلامی باید اتفاق بیفته این هستش که بودجه‌های کشور داره به سمت بودجه‌های غیر نفتی میره. این اولین سالی که می‌خوان بودجه غیر نفتی بدن، بودجه غیر نفتی از طرف دولتی که هیچ وقت اعتقاد به همچین چیزهایی نداشت و مجبور میشن از طریق مالیات، بانک‌ها، گمرک، اصلاح این مسائل مجبورن به مردم پاسخگو بشن. این اجباری هست که براشون پیش میاد و الا این اتفاقات باز هم تکرار خواهد شد. صدا و سیما باید تغییرات گسترده پیدا کنه. نهادهای خاص که بودجه میگیرن باید گزارش‌های شفاف و ارزیابی کامل به مردم بدن. و نکته مهم دیگه‌ای که مجلس مشکل داره اونم بحث دیسنترالیزیشن، تمرکز زدایی قدرت از دولت مرکزی در جمهوری اسلامی هستش. در واقع استان‌ها باید قدرت، مردم قدرت بیشتری برای انتخاب مسئولینشون در استان‌ها داشته باشن که این مشکلات آب، محیط زیست و مشکلات دیگر به وجود نیاد. متشکرم آقای خراج. شما هم اگر در 30 ثانیه اگه جنبندی دارید بفرمایید. من تصور میکنم که نخبه جامعه ایران بسیار پراکنده است. بین نخبگان داخل کشور و نخبگان خارج از کشور گفتگو وجود نداره. حتی بین نخبگان داخل کشور هم پل‌های گفتگو شکسته شده و این یک فاجعه بزرگ است. ما بخش عظیمی از اصلاح طلبان رو میبینیم که ساکتن در این زمان. و اصلاح طلبان، با اینکه من با اصلاح طلبی، با روش اصلاح طلبی موافق نیستم، ولی معتقد هستم که یک نیروی سیاسی ارزشمندی هست که یک سرمایه اجتماعی است و باید با بقیه جریان‌های سیاسی وارد گفتگو بشه. ما در این زمان بیش از هر وقت دیگه نیاز به گفتگوی نخبگان داریم. متشکرم مهدی خلجی و یوسف عزیزی با ما. با گذشت نزدیک به 2 هفته از شروع اعتراضات در ایران، گزارش‌هایی از ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی منتشر شده. همزمان نماینده وزارت اطلاعات در مجلس گفته بازداشت شدگان نارامی‌های اخیر عمدتاً بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد بودند. برآورد شده که هزاران نفر در جریان اعتراضات دستگیر شدند. از زمان شروع اعتراضات دولت بارها گفته بود که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به صورت کمک معیشتی به 60 میلیون نفر پرداخت می‌شود. اما معاون وزیر رفاه
در پاسخ به کسانی که این کمک را دریافت نکردند گفته 24 میلیون نفر در این فهرست قرار نمی‌گیرند. احمد میدری همچنین گفته دسترسی به ریز حساب‌های بانکی شرط دولت برای پرداخت کمک معیشتی از ماه بعد است و اگر کسی اجازه این دسترسی را ندهد از دریافت یارانه محروم خواهد شد. باران عباسی گزارش می‌دهد. تهران آبان 98. مدرسه دخترانه که به نظر می رسد برای انتقال دستگیر شدگان اعتراض‌های اخیر از آن استفاده شده. معلوم نیست از سوی چه نهادی بازداشت شدند و به کجا برده می شوند. خودداری حاکمیت از انتشار آمار رسمی نگرانی در دستگیر شدگان را بیشتر کرده. برآورد نهادهای حقوق بشری از کشته شدن بیش از 140 نفر و دستگیری هزاران نفر حکایت دارد. ما خبری داشتیم که تا سه‌شنبه هفته قبل که اسامی بازداشتی ها و آمارشون به وزارت کشور اعلام می شده حداقل 4523 نفر به گفته مقام وزارت کشور در گفتگو با ما بازداشت شدن، اما عملا می بینیم که بازداشتگاه ها ظرفیت ندارن و اینا به شکل در واقع حتی با استانداردهای نازل در جمهوری اسلامی به شکل نامناسبی نگهداری میشن. این یکی از معدود تصاویری است که از بازداشت یکی از معترضان منتشر شده. حسین نقوی حسینی نماینده مجلس از قول وزارت اطلاعات گفته بیشتر دستگیر شدگان بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد بودند. در اغتشاشات که نقشه دشمن برای ناامنی بود، مردم در این صحنه کاملا پیروز شدند. اعلام پیروزی در برخورد با معترضان در چند روز گذشته بارها در سخنان مقام‌های ایران تکرار شده، اما به نظر می‌رسد حاکمیت چندان از خاموش شدن صدای اعتراض‌ها مطمئن نیست. حسین نقوی حسینی گفته وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داده که اعتراضاتی از این دست ممکن است تکرار شوند. اعتراضاتی که در پی بالا رفتن بی سابقه و ناگهانی قیمت بنزین شعله ور شد. در این قضیه سررشته ندارم. در اولین واکنش رهبر ایران از مسئولان خواسته بود این افزایش قیمت به گرانی بیشتر منجر نشود. الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنه. این شیر قیمتش افزایش پیدا کرده؟ نه خیلی وقت نمونده. رو همون نرخ قبلیش داره میده پس. همین باعث شده دوربین تلویزیون دولتی ایران همراه یک بازرس سراغ صاحبان کسب و کار برود. برگه گزارش بازرسی اسناد مبنی بر تخلف گرانفروشی شد صادر میکنیم و به مراجع ذی‌الصلاح ارجاع میشه. جدایی از کنترل قیمت ها، دولت گفته بود درآمد حاصل از بالا رفتن قیمت بنزین در قالب یک بسته حمایتی به 60 میلیون ایرانی داده میشود، اما بعضی میگویند چنین کمکی دریافت نکردند. در پاسخ معاون وزیر رفاه گفته 24 میلیون نفر در فهرست دریافت کنندگان کمک نیستند. تعداد یاران بگیران کشور نزدیک به 78 میلیونه، بنابراین 18 میلیون اینجا نمیگیرن. یه تعدادی هم ثبت نام و حذف شده هستند، بنابراین همون شکاف 24 میلیون بین کسانی که در کشور هستند و بسته معیشتی نگرفتن 24 میلیون تفاوت وجود. احمد میدری همچنین گفته دریافت این کمک از ماه آینده مشروط به بررسی حساب‌های بانکی متقاضیان است. از این به بعد هر کسی که میخواد بسته معیشتی بگیره از اینجا من اعلام میکنم، چه کسانی که 60 میلیون رو گرفتن چه افراد بعدی، اگر راضی نیستن که دولت به سیستم بانکیشون مراجعه بکنه از گرفتن بسته معیشتی در ماه آینده انصراف بدن. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، چینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشن. با گذشت بیش از یک هفته از این سخنان، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی ادامه دارد. کسانی که مقام‌های ایران شرور، اغتشاشگر، عامل ناامنی و وابسته به خارج نامیدند و درباره سرنوشتشان پاسخگو نیستند. هیچ کس به این اشرار کمک نکنه. باران عباسی، بی بی سی. اینا اشرارن. همونطور که در گزارش باران دیدید دولت شرایطی رو برای دریافت کمک‌های معیشتی اعلام کرده. برای بررسی این موضوع همکارم علی خردپیر در استودیو با ما. علی، در
روز اعلام افزایش قیمت بنزین حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کرد که 60 میلیون در ایران قرار یارانه بگیرند، اما هر چقدر میگذره و با آرام شدن اعتراضات به نظر میاد که شرط و شروط و اگر و اماهایی داره اضافه میشه به این وعده دولت. شاخص هایی مطرح شده امروز، راجع به این شاخص ها بیشتر همونطور که اشاره کردی به درستی، در واقع از آغاز سهمیه بندی و دو نرخی سازی بنزین و در پی اون بالا گرفتن اعتراض ها در سراسر کشور یا در بسیاری از استان ها که در این روزها گزارشش رو داشتیم در تلویزیون بی بی سی، به نوعی میشه گفت یک کمپین دولتی راه افتاد. مقامات متعدد مکررن تاکید کردن بر سر اینکه چیزی در حدود 60 میلیون شهروند از کشوری که 80 میلیون جمعیت داره بسته های حمایتی دریافت خواهند کرد، 18 میلیون خانوار رو شامل میشه، اما اشاره نکردند به هیچ شرط و شروطی جز اینکه گفتند ما میخوایم در واقع ما به تفاوت قیمت بنزین رو، این قیمتی که حالا افزایش پیدا کرده، به مردم برگردونیم. امروز آقای حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت که زیر مجموعه وزارت رفاه هست، 7 در واقع معیار یا شاخص رو معرفی کرده که اگر شهروند یا خانواری یکی از اینها رو داشته باشه در واقع کنار گذاشته میشه و این در واقع یارانه جدید به او تعلق نمیگیره. اگر بخوام خیلی سریع و خلاصه وار به اون اشاره کنم، شاخص اولش این هستش که اعضای خانواده اگر دارای واحد مسکونی، خودرو و شغل به طور همزمان باشند و یا اگر خانواری دو واحد مسکونی داشته باشه، خانواری که در واقع ارزش ملکش بیش از 1.2 میلیارد تومان در تهران و کلان شهرها باشه، 900 میلیارد تومان در شهرستانها، خانواری که دارای خودروی سواری بیش از 500 میلیون به روایتی و روایت دیگر 300 میلیون تومان باشه و همینطور برای کارفرمایان، کارفرمایانی که 3 یا بیش از 3 در واقع بیمه پرداز داشته باشند، و شاخص پنجم خانواری که 3 سفر خارجی غیر زیارتی داشته باشه، شاخص ششم اگر خانواری تسهیلات یا وام بانکی بیش از 300 میلیون تومان دریافت کرده باشه، و در نهایت شاخص هفتم مجموع درآمدهای اعضای خانوار هست. این 7 در واقع گزینه رو باید بگذاریم در کنار آنچه که در گزارش باران عباسی هم دیدیم، بحث اجازه یا به عبارتی دسترسی به حساب‌های بانکی شهروندان، و فراموش نکنیم که در واقع اگر کسی حاضر نباشه که دولت دسترسی داشته باشه به حساب بانکیش، اساساً نمیتونه مرحله ثبت نامی خودش رو ادامه بده. علی، شاخص‌ها بعضیش سوال برانگیزه. فرضاً اینجا که میگن که اگه ملک از یه حدی قیمتش بیشتر باشه فرد نمیتونه اینو دریافت کنه، فرضاً هستن کسانی که خیلی سال پیش ممکنه ملکی خریده باشن به واسطه افزایش قیمت، الان ملکشون خیلی بیشتر بیارزه ولی فرضاً بازنشسته باشن. کاملاً درست میگی. اتفاقاً در همون هفته گذشته که بهش اشاره کردم در بخش اول، در واقع گفته میشد برای مثال مستمری بگیران، بازنشستگان، کارمندان دولت، کارگران و یک طیف بسیار وسیعی رو دولت عنوان میکرد در تبلیغات خودش که شامل میشند که این بسته حمایتی رو دریافت کنن، اما اشاره نمیشد اگر یک بازنشسته ای برای مثال ملک کوچکی داره یا حتی شاید به او به ارث رسیده و در این حال فرض کنید خودرویی داره، آیا میتونه در واقع این رو دریافت کنه یا نه. و اولین شاخصی که براتون خوندم به نظر من خیلی سوال برانگیز هست، وقتی که میگه اعضای خانواده در واقع واحد مسکونی، شغل و خودرو نباید داشته باشند. بنابراین اگر فقط همین یک شاخص رو در نظر بگیریم، به نظر میرسه اگر ریزش بسیار بزرگی رو در مجموع خانوارها بتونیم ببینیم. من اگر فرصت داشته باشم به یکی دو تناقضی که وجود داره خیلی کوتاه حتما اشاره میکنم. برای مثال در مورد ارزش خودروی شخصی گفتم، احمد میدری معاون وزیر رفاه میگه خودروی شخصی که ارزشش بالاتر از 250 میلیون تومان باشه، محمد شریعت مداری وزیر رفاه میگه خودرویی که بالای 500 میلیون
میلیون تومان ارزش داشته باشه و سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت میگه خودرویی که ارزشش بالاتر از 300 میلیون تومان باشه. به نظر میرسه که همچنان باید در واقع با پرسش ها و اما و اگرهای زیادی روبرو باشیم. متشکرم علی خردپیر در استودیو با ما. نارسایی‌های معیشتی و ناکارآمدی نظام اقتصادی ایران از دلایل بروز اعتراض‌های سراسری بعد از افزایش قیمت بنزین است. برای یافتن جواب این سوال که شرایط اقتصادی در ماه‌های پیش رو چگونه پیش خواهد رفت، می‌توان عملکرد اقتصاد را در ماه‌های گذشته ارزیابی کرد. شیدا هوشمندی تغییرات مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی را در گزارش بررسی کرده تا تصویری از آنچه بر اقتصاد ایران گذشت و آنچه در ماه‌های آخر سال در پیش رو را ترسیم کند. دیگر رسم زمان تحریم شده، انتشار محدود و گزینشی آمار اقتصادی. مسئولان دولت در توضیح علت عدم ارائه آمار به عموم میگویند در حال جلوگیری از سوء استفاده دشمنان هستند. با این حال با بررسی همین آمار محدود موجود از 6 ماه نخست امسال میتوان تا حدی تصویری از شرایط اقتصاد ایران به دست آورد. یکی از شاخص‌های اقتصادی که مردم آن را به طور مستقیم در زندگی خود احساس می‌کنند، نرخ تورم است. گزارش‌های ماهانه مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که نرخ تورم در نیمه نخست امسال 2 مسیر متفاوت را طی کرده. در 3 ماهه نخست سال، نرخ تورم نقطه به نقطه ماه‌های فروردین تا خرداد بالای 50% بود، اما این روند طی تابستان نزولی شد. به رغم کند شدن آهنگ رشد تورم، همچنان نرخ تورم رسمی ایران یعنی 12 ماه منتهی به شهریور 1398 نسبت به 12 ماه منتهی به شهریور سال قبل بیش از 42% یعنی بالاترین نرخ تورم در 24 سال اخیر است. در این میان بیشترین تورم در گروه خوراکی‌ها و کالاهای با دوام بوده. به عبارت دیگر در نیمه نخست امسال باز هم سفره‌های مردم کوچکتر شده. تورم ماه اردیبهشت این نکته است که مسئولان ایرانی در سخنرانی‌هایشان کمتر به آن اشاره می‌کنند، اما در مقابل بر کنترل رشد تورم در ماه‌های اخیر تاکید دارند. رشدی که هر قدر هم کاهش یابد به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و معنای آن فقط افزایش نسبی کمتر قیمت هاست. بیکاری شاخص دیگری است که برای مردم قابل لمس است. داده های مرکز آمار ایران از افت جزئی نرخ بیکاری در بهار و تابستان و رسیدن آن به حدود 11% خبر می دهد. رقمی که تفاوتش با متوسط نرخ بیکاری در جهان معنادار است. کاهش شمار بیکاران روی خوب بازار کار است. روی بد آن اما کاهش 43 هزار نفر از جمعیت فعال کشور و افت معنادار نرخ مشارکت در 1 سال منتهی به بهار امسال است. موضوعی که نشان دهنده ناامیدی افراد در سن کار از به دست آوردن کار است. به همین دلیل بسیاری وارد بازار کار نمی شوند و در آمارگیری ها نیز جزء جمعیت فعال به حساب نمی آیند. منظور از جمعیت فعال افراد شاغل یا جویای شغل است که در سن کار قرار دارند. آمار تابستان گذشته نشان می دهد که از هر 10 نفری که در سن کار قرار دارد 4 نفر شاغل و دارای درآمد بوده و 6 نفر بیکار و بدون درآمد. شرایط هم کاملا به نفع مردان بوده، به نحوی که از حدود 844 هزار شغل جدید ایجاد شده در 1 سال منتهی به تابستان امسال تقریبا 88%ش در اختیار مردان قرار گرفته. البته ایجاد بیش از 800 هزار شغل در 1 سال در مقایسه با سالهای گذشته عملکرد مناسبی محسوب می شود. یکی از مهمترین شاخص‌هایی که وضعیت اقتصاد را نمایش می‌دهد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. بانک مرکزی مدت‌هاست از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرده، اما در مواردی مسئولان ارزیابی‌های خود را در این زمینه مطرح کردند.
برخلاف ارزیابی‌های خوشبینانه مسئولان ایرانی، نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کنند که مجموعه کالاها و خدمات تولید شده ایران طی مدت یک سال افت قابل تأملی خواهند داشت. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید رشد اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی نزدیک به 5% افت کرده و امسال هم 9.5% کاهش خواهد داشت. آماری که حاکی از یک رکود سنگین در اقتصاد ایران است. نیم سال نخست امسال با نرخ تورم و بیکاری دو رقمی و رشد منفی سپری شده و اگر در نیمه دوم سال به همین منوال پیش برود، بعید است کارنامه اقتصاد نمره قبولی بگیرد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران خبر داده که بعضی از کارکنان شبکه خبری فارسی زبان ایران اینترنشنال از انجام معامله و نقل و انتقال داراییشان در ایران منع شدند. قوه قضاییه این کارکنان را به مشارکت در ناآرامی‌های اخیر متهم کرده. این شبکه در اطلاعیه‌ای گفته از اقدام ایران به سازمان‌های جهانی شکایت خواهد کرد. به دنبال اعتراضات اخیر در ایران، شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران بازداشت شدند و موج تازه‌ای از آزار خانواده‌های خبرنگاران از جمله بی بی سی فارسی آغاز شده. دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق آزادی بیان و اندیشه از کالیفرنیای آمریکا، با ماست. آقای کی، مثل دفعات پیش در ایران اعتراض، ناآرامی، هر اتفاقی که به نوعی از دید مقام‌ها تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب بشه اتفاق می‌افته و پس از اون موج فشار و سرکوب روزنامه‌نگاران هم در داخل هم روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشوره. سازمان ملل اساساً چه کار میتونه بکنه برای چنین رفتاری؟ Thank you for having me. متشکرم از دعوت شما. بله، من فکر میکنم یکی از چیزهایی که شاهدش بودیم یک جور پترن، یک جور الگوی رفتاری است در سالهای اخیر، و اینکه هر بار که یک اعتراض عمومی انجام میشه یا هر بار که خبری هست از داخل ایران، اینکه دولت اون خبر رو ازش ناخرسنده و براش ناراحت کننده است، بعد سعی میکنه چنین پیامی بده که بله، کسانی که دارن گزارش میدن این خبر رو، اونها مستحق فشار هستند. این در گزارش ما، در گزارش های ما به شورای حقوق بشر سازمان ملل منتقل میشه، چون ما میخواییم که تأکید بگذاریم دقیقاً روی چنین حرکت‌های سرکوبگرانه‌ای که حالا اینکه سازمان ملل بتونه به صورت کلی و یک پارچه در این باره کاری بکنه، خب این محل سواله، ولی ما معتقدیم که این خیلی مهمه که نظارت کنیم بر اون چیزی که داره در میدان اتفاق میفته در ایران و مسائل مختلف رو و اعتراض ها رو دنبال کنیم، و وقتی که سرپیچی و نقضی میبینیم، نقض حقوقی رو شاهد هستیم، این رو بهش اشاره کنیم و تلاش کنیم که صدایی فراهم کنیم و اطلاعاتی فراهم کنیم در میانه این هم این بسته شدن و تعطیل شدن اینترنت، بلوکه شدن اینترنت. یعنی این بار هم در واقع به غیر از محکوم کردن و در واقع اشاره کردن به این رفتار، راهکار دیگه‌ای وجود نداره؟ Well, this is generally The Human Rights Council doesn't have خب شورای حقوق بشر سازمان ملل یک نیروی پلیس یا یک قدرتی نداره که بتونه تدابیر خاصی رو فشار اتخاذ کنه، اما من فکر میکنم که این خیلی مهمه که دولت ها توجه داشته باشند به مکانیزم هایی که وجود داره، مثل همکاران من که دارن آشکار میکنن، فاش میکنن موارد نقض حقوق بشر رو که اتفاق میفته در ارتباط با اعتراض ها، سرکوب ها و حذف اطلاعات، لاپوشانی اطلاعاتی که در این رابطه وجود داره. ما میتونیم که مسئله رو به شورای به مجمع عمومی سازمان ملل ببریم و مسئله رو اونجا مطرح کنیم
و از اون طریق به دولت ایران بگیم که از رفتار ایران مایوس هستیم، از رفتار دولت ایران، مخصوصا وقتی که به موضوع خشونت علیه تظاهر کنندگان معترضان مربوط میشه و اینکه حق ایرانی ها رو برای دسترسی به اطلاعات و دسترسی به جهان خارج مسدود میکنن. آقای کی، اساساً به نظر میاد که حکومت ایران روزنامه نگاران و خبرنگاران رو ابزاری میدونه برای به نوعی فعال سیاسی میبینه و ابزاری میدونه که از دید مقامهای ایران وسیله‌ای هستند برای رساندن دشمنان این کشور به اهدافش. چه کار میشه کرد که به وضوح به مقامهای ایران این رو نشون داد که خبرنگاری جرم نیست و خبرنگاران میتونن استقلال کاری داشته باشن از حکومت ها؟ Well, I think that's a very important point that we all فکر می‌کنم این نکته خیلی مهمی که همه ما باید مطرحش کنیم و یقیناً گزارشی که گزارشگری که بی بی سی انجام میده و دیگر ژورنالیست‌ها خبرنگاران انجام میدن باید که تأکید رو روی این بگذاره، نشون بده که خبرنگاران یک وظیفه‌ای دارن و یک نقشی رو ایفا می‌کنن که این به نفع عامه مردم هست و ارزشی است برای مردم ایران و برای مردم جهان. این روی کرد به خبرنگاری که خبرنگار رو طوری ترسیم میکنن که دشمن کشور هست یا دشمن مردم هست، این یک تهدید جدی است و در این مقطع باید بگم که برای همه کسانی که در دنیای دموکراتیک به نیروی خبرنگاری، روزنامه‌نگاری اعتقاد دارن واقعیت رو بگن و همه کسایی که به این قضیه معتقدن باید اونها هم صدای خودشون رو به گوش مردم برسونن. متشکرم. دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و اندیشه با ما. امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات ایران امروز در جلسه‌ای به نگرانی‌های پاسخ داده که در برنامه دیشب 60 دقیقه در مورد تصمیم احتمالی مقامات ایران برای تهیه یک فهرست سفید به جای فهرست سیاه فیلترینگ اینترنت مطرح شده بود. آقای ناظمی در مورد نامه اداری توضیح داده که این نگرانی‌ها را ایجاد کرده. اگر آقای نیما اکبرپور از بی بی سی در حقیقت این رو توی سوشال نتورک خودش توی توییتر منتشر میکنه و همه بعد این هستن، من حق میدم به هر آدمی که از دور داره نگاه میکنه اینقدر بدبین باشه به در حقیقت وضعیت پیش رو. با موضوعاتی هم رو برون شدیم به خیلی دردناک. یکی از اون چهارشنبه صبح بود که من یه پیامکی رو دریافت کردم از یکی از همکارانم توی سازمان که پدرش متاسفانه بیماری خاصی داشت، سرطان داشت، از عمل برگشته بود و رفته بود بیمار داویون رو بگیره و بیمارستان گفته بود که ما به دلیل قطع اینترنت نمیتونیم سرویس بدیم به شما. من فکر میکنم هر کس دیگه از شما هم جای من بود غالب از این مسئله ناراحت میشد. کاری که از دست من برمید این بود که همون گروه ضربت رو بگم تو ساعت حدوداً دوی بعد از ظهر روز چهارشنبه اون در حقیقت بیماری های خاص برگشت به شبکه و مشکلش رفع شد، ولی این مسئله من باید جدی تر حل میکردم. بخاطر همین یه نامه ای زدم به همه دستگاه های اجرایی و گفتم یه فردی رو که اولا 24 ساعت میتونه مسئول باشه و پاسخ بده و معرفی بکنیم و ثانیا ما شخص بکنیم چه سرویس هایی رو API بیس داریم میگیریم و از چه IP میگیریم که بتوانم از طریق اون مطمئن باشم که این سرویس رسانی به مردم داره در بهترین حالت انجام میشه. روزبه کابلی، مستندساز و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن هلند، برنده جایزه بین‌المللی امی سال 2019 برای فیلم رقص یا مرگ شد. فیلم رقص یا مرگ داستان واقعی زندگی یک جوان رقصنده اهل سوریه است که در میان جنگ و سرکوب خانواده باله می‌رقصد. روزبه کابلی، کارگردان و مستندساز از نیویورک با ماست. آقای کابلی، خوش آمدید به برنامه. تبریک میگم جایزه ای رو که بردید. فکر کنم که با خودتون آوردین جایزه رو که ما ببینیم. بله، اینجاست. فکر کردم که تو این روزهایی که اینقدر خبرهای منفی و ناراحت کننده هست، شاید یه خبر خوب مردم رو کمی خوشحال بکنم. قطعا همینطور. آقای کابلی، اسم فیلم در وهله اول از کجا اومده؟
اسم فیلم رقص یا مرگ خالکوبی هست که رقصنده فیلم من احمد روی گردنش خالکوبی کرده برای اینکه به عنوان یه استیتمنت، به عنوان یه پیام بر علیه به اصطلاح تشدد و افراطگرایی در کشور خودش پشت گردنش خالکوبی کرد که اگر مثلا داعش که دائما تهدیدش میکرد خواست گردنش رو قطع بکنه این آخرین چیزی باشه که اونا رو گردنش میبینن. شما چطوری قصهش رو پیدا کردین؟ ببینید من خبرنگار جنگ هستم، حدود بیشتر از یک دهه به کشورهایی که توش جنگ بوده، تو سوریه، عراق، لیبی، کشورهایی که جنگ توش وجود داشته سفر کردم و هر دفعه خب اون گزارش‌های عادی میساختم که همه برنامه‌های خبری میسازن، ولی میدونید هر دفعه مثلا اتفاق خیلی زیادی نمیافتاد، نه چیزی تغییر میکرد، حد اکثرش نماینده‌های مجلس میومدن یه سوال از نخست وزیر هلند میکردن، ولی تصمیم گرفتم که از دید یک انسان، یک شخص عادی سوری که جنگ رو تجربه میکنه این داستان رو بگم. بنابراین رفتم گشتم دنبال یه هنرمند و تونستم احمد رو پیدا کنم که به صلاح رقاص بود و با مشکلات متعددی تو کشورش درگیر بود و از طریق اون شروع کردم داستان رو بگم، چون داستان زندگی احمد داستان جنگ سوریه توش خلاصه شده. 5 نفر از اقوامش تو جنگ کشته شدن، دایاش، عموهاش کشته شدن، خونش ویران شده، توسط داعش تهدید شده، همینطور یه جنگ شخصی داخل زندگی خودش داشته با پدرش که شاید برای خیلی از ایرانی‌ها، جوانای ایرانی آشنا باشه. پدرش آدم متعصبی بود و دوست نداشت که این برقصه و برایش تابو بود رقصیدن پسر، بنابراین سعی می‌کرد که پاهاش رو بشکونه که جلوی رقصیدنش رو بگیره، ولی احمد تسلیم این فشارها و این محدودیت‌ها نشد و شروع کرد به مبارزه خودش و به عشق خودش که هنر بود ادامه داد و تو تمام این شرایط رقصید و من این فرصت رو داشتم که توی مدت بتونم دنبالش بکنم و زندگیش رو نشون بدم. مستندی که راجع به ساختید برای خود احمد نتایج چشمگیری داشته؟ بله، زندگی احمد تغییر کرد. من پیشتر گفتم که ببینید من مثلا گزارش میساختم، حد اکثر میموندن تو پارلمان یه سوال میکردن از وزیر، ولی این گزارش باعث شد بعد از اینکه پخش شد ببینید تلفن من داشت منفجر میشد، انقدر ما تو برنامه به ما مردم زنگ میزنن هلندیا که کمکش کنن و بعد یک روز بعدش رئیس به اصطلاح تئاتر و رقص باله، مجتمع باله هلند که یه انستیتوی بسیار بزرگی هست، با من تماس گرفت و گفت این جوان بسیار جوان پر استعدادی هست و شرایط بدی در سوریه داره و مجبور بود بره خدمت سربازی و خدمت سربازی در سوریه به معنی این بود که یا در جنگ کشته میشد، اگر هم کشته نمیشد به اصطلاح شرایط کاریش به عنوان رقصنده از بین میرفت اگر اتفاقی براش تو جنگ میافتاد. دعوتش کردم به هلند و 3 ماه بعد از اینکه اولین گزارش من پخش شد یه دفعه شد همسایه من در آمستردام و من میتونستم اون طرف به اصطلاح رودخونه که بین خونمون بود باهاش بای بای کنم و دست کم بدم براش. بسیار عالی، روزبه کابلی، تبریک میگم دوباره بهتون بابت جایزه‌ای که برنده شدید و امیدوارم که بتونیم به زودی مستندتون رو ببینیم. روزبه کابلی، کارگردان و مستندساز از نیویورک با ما. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم، فعلا شب خوش. Thank you.